جمعیت کره زمین به طرز باور نکردنی رو به رشده و اگه همینطور پیش بره باید خیلی زود سیاره دیگه ای رو برای زندگی انتخاب کنیم. نرخ رشد جمعیت در نقاط مختلف متفاوت بوده و در برخی کشورها خیلی سریع رو به افزایشه و در برخی دیگه به صورت منفی پیش میره. در حال حاضر توکیو با 38 میلیون نفر سکنه پر جمعیت ترین شهر دنیاست. قاهره از آفریقا، ساو پائولو و مکزیکو سیتی از آمریکای لاتین هم جزء پر جمعیت ترین ها هستند. اما این رویه در 3 دهه آینده تغییر خواهد کرد. سلام، به کانال میلیونر شو خوش اومدین. امروز قصد داریم به پر جمعیت ترین شهرهای جهان در سال 2050 بپردازیم. با ما همراه باشید. تاریخچه جمعیت جهان. داده های جدول بندی شده در حدود 8000 سال قبل از میلاد نشون میده در اون زمان جمعیت جهان تقریباً 5 میلیون نفر بوده و طی دوره 8000 ساله تا 1 بعد از میلاد به 200 میلیون نفر رسیده. اما یک تحول عظیم با انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. در حالی که تمام تاریخ بشر طول کشیده بود که تا حدود سال 1800 میلادی جمعیت جهان به 1 میلیارد نفر برسه. میلیارد دوم تنها در 130 سال یعنی 1930، سومین میلیارد در 30 سال یعنی 1960، چهارمین میلیارد در 15 سال یعنی 1974 و پنجمین میلیارد در 13 سال یعنی سال 1987 حاصل شد. تنها در طول قرن 20 جمعیت در جهان از 1.6 میلیارد به 6 میلیارد نفر رسیده. میانگین افزایش جمعیت فعلی حدود 81 میلیون نفر در سال تخمین زده شده. از این رو در قرن 21 جمعیت جهان به رشد خود ادامه میده. اما در مقایسه با گذشته با سرعت بسیار کندتری روبرو خواهد شد. جمعیت در سال 2037 به 9 میلیارد میرسه و آخرین پیشبینی‌های جمعیت جهان نشون میده جمعیت جهان در سال 2057 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. طبق داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل، اپیدمی کرونا دسترسی به بهداشت باروری و تنظیم خانواده را در کشورهایی که سیستم بهداشتی ضعیفی دارند دشوار کرده. در حالی که 39 مورد از هر 100 تولد در کشورهای کمتر توسعه یافته بدون پرسنل بهداشتی آموزش دیده انجام شده. این تعداد در پیشرفته ترین کشورها 1% و در متوسط جهانی 19% بوده. طی سال 2017 در کشورهای پیشرفته 12 مرگ مادر در هر 100 هزار تولد و در کشورهای کمتر توسعه یافته 415 مرگ مادر ثبت شده. توکیو، ژاپن. شهر توکیو در کشور ژاپن در رتبه اول پرجمعیت ترین شهر جهان شناخته شده. توکیو با جمعیتی حدود 38 میلیون در لیست شلوغ‌ترین شهرهای جهان قرار داره. شهر زیبای توکیو ابتدا یک روستا بوده که در کتاب‌های تاریخ اون رو با نام ادو می‌شناختن. این شهر به مرور با افزایش جمعیت روبرو شده و در حال حاضر در صدر پرجمعیت‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفته. شهر توکیو شهر آرومی نبوده، به این خاطر که همواره در معرض جنگ، سونامی، زلزله‌های شدید و دیگر اتفاقات بوده و این حوادث باعث ویرانی این شهر زیبا شده. اما این شهر دوباره برخاسته و از نو و زیباتر از قبل ساخته شده. فضای زیبا و سرسبز توکیو با ساختمان‌های مدرن و استفاده از فناوری پیشرفته شهری به روز دیده میشه. توکیو در حال حاضر بهترین سیستم‌های حمل و نقل شهری رو داره. هرچی از این شهر زیبا بگیم کمه. پس پیشنهاد می‌کنیم که سفر به توکیو رو در برنامه‌تون داشته باشین، چرا که میتونه از جذاب‌ترین سفرهای شما باشه. دهلی، هند. دومین شهر در فهرست پرجمعیت‌ترین شهرهای دنیا، دهلی پایتخت کشور هنده.
دهلی شهری با دیرینه تاریخی قدیمی بوده که بارها طعم تخریب و بازسازی رو چشیده. میزان جمعیت دهلی حدود 29 میلیون نفره. انتظار میره با توجه به تسریع رشد جمعیتی که این شهر داره، در سالهای آینده با افزایش جمعیت بیشتری روبرو بشه. شانگهای چین. شانگهای پر ازدحام ترین شهر چین شناخته شده. در حال حاضر جمعیت این شهر حدود 26 میلیون نفر بوده که در رتبه سوم در بین شهرهای پر جمعیت دنیا قرار داره. شهر شانگهای چین با تاریخی کهن، ظاهری مدرن و زیبا داره و بلندترین خط متروی جهان رو داراست. این شهر در شمال کشور چین واقع شده و یکی از قطب‌های تجاری اقتصادی جهان به شمار میاد، به طوری که بزرگترین شرکت‌های دنیا در شانگهای دفتر دارن. شهر بندری شانگهای در کرانه رودخانه‌های یانگتسه و هوانگپو قرار داره و فاصله‌اش با اقیانوس آرام بسیار کمه. شهر بندری شانگهای علاوه بر اینکه مهمترین بنادر تجاری رو در دل خود جا داده، جاذبه‌های گردشگری زبانزد و جذابی داره که باعث شده خاطره به یاد موندنی از این شهر در ذهن مسافران و توریست ها بمونه. به نظر شما جمعیت شهر تهران در سال 2050 چه اندازه خواهد بود؟ لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.